امروز قراره درباره هر نکته‌ای که لازمه راجع به تغذیه سگ یا گربتون بتونید با هم صحبت کنیم. پس اگر که هنوز نمی‌دونید که چه غذایی برای سگ یا گربتون مناسبه، این ویدیو رو تا آخر ببینید. سلام، من نازیلا هستم. به چنل نازیم بت خیلی خوش اومدین. همونطور که بهتون گفتم امروز قراره راجع به تغذیه سگ‌ها و گربه‌ها صحبت کنیم. هر نکته‌ای رو که لازمه تا اونجایی که بتونم تو این ویدیو سعی می‌کنم که بگم خدمتتون، ولی اگر چیزی بود که حالا جا انداختم یه وقت یا سوالی بود که شخصا برای شما پیش اومده بود، حتما برام کامنت بذارید تا جواب بدم. اولین موضوعی که دوست دارم راجع بهش باهاتون صحبت کنم اینه که سگ‌ها و گربه‌ها گوشخوار اجباری‌اند. یعنی اینکه هیچ سگ یا گربه شما پیدا نمی‌کنین که بگین میخوام گیاهخوارش کنم یا خیلی دوست داره که مثلا سبزیجات بخوره، سگ من گیاهخواره. در نتیجه باید همیشه توی رژیم غذایشون پروتئین‌های جانوری رو مد نظر داشته باشیم. انواع و اقسام مختلفی غذا هست که شما میتونید برای سگ یا گربتون در نظر بگیرید. یکی از راه‌هایی که میتونید برای غذا دادن به کوچولوتون انتخاب بکنین، استفاده از غذاهای خشکه که خب یه سری مزیت‌هایی داره و یه سری معایبی ممکنه داشته باشه. ببینید، غذاهای خشک باید جوری در اصل ساخته بشن که بتونن تمام نیاز روزانه سگ شما یا گربه شما به مواد خوراکی که حالا در روز نیاز داره رو تأمین بکنن. مثلا پروتئین ها، کربوهیدرات ها، حالا ویتامین ها، مینرال ها و حالا هر چیزی که هست. باید غذای خشکی که انتخاب بکنید بتونه تمام این نیازها رو تأمین بکنه. از خوبی‌های غذای خشک اگه بخوام بهتون بگم اینه که با توجه به اینکه سفته برای دندون‌ها خیلی مناسبه، یعنی جرم‌گیری دندون‌ها رو کمتر می‌کنه. از طرف دیگه کثیف‌کاریش کمتره. وقتی که می‌ریزینش توی ظرف غذای کوچولوتون، موقع خوردن پخش نمیشه، خیلی راحت می‌تونید تمیز کنید بعداً. و یه خوبی دیگه‌ش هم اینه که دیرتر خراب میشه نسبت به حالا غذاهای مرطوب. شما تو مدت بیشتری بعد از باز کردن بسته میتونید که غذای خشک رو داشته باشید. اما یه بدی که داره اینه که چون مقدار رطوبت این غذا کمه، در مواردی که کوچولو ما علاقه ای تمایلی به خوردن آب نداره، خوردن غذای خشک یه مقدار چالش ایجاد میکنه برای ما. مثلا گربه‌ها خیلی سخت میرن سراغ ظرف آب، خیلی علاقه ای به آب خوردن ندارن خیلی از گربه‌ها. خب پس توی اینجور مواقع ما ترجیح میدیم که غذای مرطوب بدیم به کوچولومون تا اینکه بهم غذای خشک بدیم. خب غذاهای مرطوب اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، یکی غذاهای مرطوب تجاری هم مثلا کنسرو ها یا این پوچ های گربه، یکی دیگه غذاهای مرطوب خونگی هم که ما توی خونه درست میکنیم. در مورد غذاهای مرطوب تجاری مثل کنسرو و پوچ بعد بهتون بگم که بعد از یه مدت مصرف غذای مرطوب باعث جرم گرفتن دندون‌ها میشه و اینکه خب به نسبت غذاهای خشک خیلی کثیف‌کاری بیشتری دارن و خب تو مدت زمان کوتاه‌تری هم باید مصرف بشن، چون بالاخره احتمال کپک زدن یا خراب شدن و فسادشون بیشتر نسبت به غذای خشک. حالا در مورد غذای خانگی چطور؟ ببین، غذای خانگی خب چون تازه تهیه میشه، معمولا سگا و گربه‌ها خیلی زیاد دوست دارن این غذا رو و دیگه هر چی رو که نخورن و خیلی هم سختی باشن، معمولا غذای خانگی و مرغ و اینجور چیزا رو خیلی دوست دارن و با اشتها میخورن. از این نظر خیلی خوبه و خب خیلی مقوی و سالمه، به صورت تازه تهیه میشه و اینکه هزینه شما رو میتونه کاهش بده. مثلا اگر که خریدن غذای خشک برای شما هزینه زیاده، درست کردن غذای خونگی برای شما خیلی هزینهش میتونه کمتر بشه و دست شما رو در انتخاب مواد غذایی مختلف باز میذاره. اما همون مسئله جرم گرفتن دندون ها هست، همون مسئله کثیف‌کاری هست، همون مسئله اینکه خب بالاخره این غذا باید توی مدت کوتاهی مصرف بشه هست. اینکه ممکنه حالا درست کردن غذای خونگی یه غذای جداگانه برای کوچولوی شما برای شما یک مقدار وقت‌گیر باشه و شما مثلا در طول روز وقتی نداشته باشین که حالا یه غذای جداگانه برای کوچولوتون درست کنیم. به هر حال انتخاب با شماست، یعنی شما اینکه با توجه به مدل زندگیتون تصمیم میگیرین که حالا از کدوم یکی از این گزینه‌ها استفاده کنین. اما پیشنهادی که معمولا ما میدیم اینه که یک تلفیقی از غذای خشک و غذای مرطوب باشه. حالا غذای مرطوب شما دوست دارین توی خونه غذا درست کنین یا اینکه دوست دارین برین کنسرو و پوچ بگیرین، سعی کنین که یک تلفیقی از این دوتا باشه. مثلا توی یک وعده غذایی غذای خشک بدین، تو وعده غذایی بعدی غذای مرطوب بدین.
نه شما به هیچ عنوان نمیتونید از غذای خودتون جلوی سگ یا گربتون بذارید. غذایی که سگ یا گربه شما باید بخوره غذای بدون ادویه، بدون روغن، بدون روب یا هر افزودنی دیگه ای باید باشه. پس در نتیجه باید براش یک غذای جداگونه بپزید. فقط با یک کوچولو نمک باید اون غذا پخته بشه. لازم نیست چیز دیگه ای بهش اضافه کنید. ازتون خواهش میکنم که چند تا مورد رو رعایت کنید. یکی این که اگر میخواین جگر مرغ به سگ یا گربتون بدین، این جگر مرغ فقط باید بخش کوچیکی از جیره غذایی کوچولوی شما رو تامین میکنه. مثلا چقدر؟ مثلا شاید 3-4%. خب بیشتر از اون به جز ضرر هیچ چیزی نداره برای کوچولوی شما. یعنی اینکه یک سری ها مثلا میخوان بیان خوبی کنن، به گربه های توی کوچه میان همینجوری بسته بسته جگر مرغ میخرن میدن، این اصلا کار خوبی نیست. یک اشتباهیه که نمیدونم از کجا ولی مستقر شده بین مردم و فکر میکنن که مثلا الان با این کار دارن خوبی میکنن، شکم این گربه ها رو سیر میکنن. نه، خواهش میکنم جگر مرغ ندین، عوارض خیلی بدی داره، مخصوصا اگه تو سن پایین باشن، تو سن رشد باشن و ممکنه بعضی وقتا عواقب خیلی جبران ناپذیری هم داشته باشه. مورد دومی که اگر میخواین استخون بدین به سگ یا گربتون، یک استخونی بهش بدین که قادر به خورد کردن و شکستنش نباشه. خیلی وقتا سگ یا گربه شما نمیتونه یه استخونی رو کامل خورد کنه و بعد همونجوری اونو میبله، وارد دستگاه گوارش میشه، ممکنه انسداد ایجاد کنه، ممکنه تخریش ایجاد کنه توی حالا مری یا معده و یه سری داستانا اینطوری داشته باشه. پس در نتیجه حتی الامکان استخون رو از رژیم غذایی حذف کنیم، مگر اینکه یک استخون خیلی بزرگی در اختیارش بذاریم، مثلا چه میدونم قلم گاو که نتونه مثلا خوردش بکنه، صرفا برای دندوناش خوب باشه، بتونه فقط گازگازش بکنه. مورد بعدی که ازتون میخوام رعایت بکنین اینه که نه یک غذای خشک سگ رو به گربه ها بدین، غذای خشک گربه ها رو به سگا بدین، از این کارا نکنین. فقط اینکه ببینید نسبت پروتئین به کربوهیدرات توی گربه ها 2، یعنی اینکه پروتئین غذای گربه باید 2 برابر کربوهیدراتش باشه و این قضیه توی سگ‌ها کاملا برعکسه، یعنی کربوهیدرات غذای سگ‌ها باید 2 برابر پروتئینشون باشه. پس با این کار دارید یک چیزی کاملا اشتباه رو به کوچولوتون میدین. این چیزی که در مورد نسبت‌ها گفتم رو تو پخت غذای خونگی هم اگر رعایت کنین خیلی خوب میشه. یعنی اگر که مثلا میخواین غذای خونگی بپزین، میخواین مرغ بذارید کنار، برنج بذارید کنار، سیب زمینی و اینجور چیزا، گربه ها باید مقدار گوشت 2 برابر مقدار حالا کربوهیدرات، یعنی همون برنج مثلا ماکارونی یا سیب زمینی باشه. نکته بعدی که باید توی تغذیه کوچولوتون مد نظر داشته باشید اینه که هیچ وقت به یک باره نیاد غذای کوچولوتون رو تغییر بدید. یعنی اینکه خب تا امروز بچه‌تون داشته از این برند غذا خشک می‌خورده، امروز این غذا تموم شده، پا میشید میرید پتشاپ، میبینید که اون برند رو نداره، یه برند دیگه میگیرید میارید میریزید تو ظرف غذای کوچولوتون. اول از همه ممکنه که نخوره، دوم از همه اگر بخوره به احتمال 80% یا اسهال میشه یا استفراغ میکنه. بعد شما فکر میکنید که اون غذا خوش مثلا حالا به درد نمیخورده، این غذا خوش که جدید مثلا چیزی نبوده که با میل بچه شما باشه، در صورتی که باید این تغییر غذا به صورت تدریجی اتفاق بیفته. یعنی شما چند روز قبل از این که میبینید داره غذای بچه‌تون تموم میشه، برید پچاپ اینو بخرید، بعد روز اول 3/4 از غذای قبلی بریزید، 1/4 از غذای جدید، روز بعد به صورت نصف نصف اینا رو بریزید، یعنی نصف ظرف رو غذای قدیمی بریزید، نصف ظرف رو غذای جدید. روز سوم میاد حالا نسبت غذای جدید رو بیشتر میکنید، یعنی 3/4 غذای جدید میریزید، 1/4 غذای قدیمی و روز چهارم غذای جدید رو به صورت کامل میذارید جلوش. اینطوری کوچولوی شما کم کم به مزه غذای جدید عادت میکنه، دستگاه گوارشش هم همینطور، دستگاه گوارشش هم کم کم به این غذای جدید عادت میکنه. حتی اگر که غذای جدیدی که خریدید از همون برند قبلیه، باز همین روش رو انجام بدید. شاید این دفعه اون غذای خشک که فرمول متفاوتی پیدا کرده باشه و مثلا اون بویی که شاید دفعه قبل داد و این دفعه نده، شاید یه تغییراتی شرکت سازنده توی این غذای جدید داده باشه. پس این روش رو هر دفعه برای هر مدل غذایی که حالا میخواین به کوچولوتون بدید مد نظرتون داشته باشید. به صورت ناگهانی غذای بچه‌تون رو هیچ وقت تغییر ندید. خب
حالا خوراکی مجازی که میتونید به سگ یا گربتون بدین چیان؟ گوشت، مرغ، ماهی به صورت پخته، یادتون باشه، برنج پخته، پاستای پخته، روغن زیتون، سیب زمینی آب پز شده، تخم مرغ آب پز شده، هندوانه، طالبی، خیار، موز، سیب، اسفناج، کدو حلوایی، هویج، نخود فرنگی، ماست کم چرب پروبیوتیک و شیر بدون لاکتوز. خوراکی که میتونید استفاده کنید اما به مقدار کم: کره بادوم زمینی، جگر مرغ، تون ماهی و زیتون. خوراکی هایی که ممنوعن و به هیچ عنوان نباید استفاده کنید چیان؟ شکلات، سیر و پیاز. حتی غذایی که توی سیر یا پیاز داره، مثل چه میدونم غذایی که برای خودمون درست میکنیم، مثل خورشته، مثل کباب، ندید اینا رو به سگ یا گربتون. قارچ، قهوه، چای، نوشیدنی های الکلی، انواع و اقسام آجیل ها، مثل فندق، گردو، اینجور چیزا، انگور و کشمش، سیب زمینی خام، سیب زمینی پخته مجازه، سیب زمینی خام نه، شیرینی و آب نبات و این مدل تنقلاتی که خودمون میخوریم، آدامس و سوسیس و کالباس، مرکبات، هلو، آووکادو، تخم مرغ خام، تخم مرغ آب پز مجاز، تخم مرغ خام نه، غذاهای ادویه دار، غذاهای شور، غذاهای شیرین، هر مدل غذایی اینطوری برای کوچولوی شما مضره. بچه ها این بود ویدیوی تغذیه سگ و گربه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. امیدوارم که شما از اون دست آدمایی نباشید که غذای خودشون رو میدن به سگ و گربهشون. اگر سوالی دارید که توی این ویدیو جواب داده نشده یا اگر تجربه‌ای دارید که برای من یا بقیه کسایی که حیوان خونگی دارن ممکنه مفید باشه، برام کامنت بذارید. خیلی خوشحال میشم که کامنتاتون رو بخونم. اگر که دوست دارید از این قبیل ویدیوها بیشتر ببینید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای جدید با خبر میشه. اگه تا الان پیج اینستا رو فالو نکردید، لینکش رو حتما توی دیسکریپشن میذارم، بدونم فالو بکنید که یه سری موضوعات بیشتری رو اونجا با هم دیگه در موردش صحبت میکنید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون و پتاتون باشید.